درود بر شما بینندگان گرامی شبکه تلویزیونی ایران فردا و خوش آمدید به برنامه ایران و جهان من فریبا شیرازی هستم در این برنامه گزارشی داریم از انتقال اورانیوم غنی شده از ایران به روسیه از پرتاب موشک های ایران به یک ناو هواپیمابر آمریکایی خواهیم گفت نگاهی داریم به مقررات جدید توییتر در مقابله با محتوای نفرت پراکن در این شبکه اجتماعی و در پایان نیز به مناسبت پنجاه سالگی تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نگاهی میکنیم به فراز و فرودهای این نهاد فرهنگی با ما همراه باشید حمید بعیدی نژاد رئیس هیئت کارشناسی ایران در مذاکرات حسی با تایید خبر انتقال ذخایر اورانیوم غنیسازی شده ایران به روسیه اعلام کرد تهران در ازای آن از مسکو کیک زرد خریداری کرده است. بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون سازمان انرژی اتمی ایران این اقدام را معامله پرسود توصیف کرد. کاخ سفید هم از خروج اورانیوم غنی شده از ایران استقبال کرد. حمید بعیدی نژاد مدیر کل امور سیاسی وزارت خارجه ایران از پایان عملیات بسیار پیچیده انتقال 11 تن از ذخایر اورانیوم ایران به روسیه با کمک و هماهنگی قزاقستان جمهوری آذربایجان و نروژ خبر داده است آقای بعیدی نژاد در صفحه اینستاگرام خود نوشته است مجموع 11 تن از ذخایر اضافی اورانیوم غنی شده و ضایعات مربوط به صفحات اورانیوم و صفحات سوخت تولید شده به روسیه فروخته شد و معادل آن 197 تن کیک زرد خریداری شده است آقای بعیدی نژاد نوشته است برای آنکه تصوری از حجم قابل ملاحظه 20 تن واردات کیک زرد به کشور داشته باشید فقط باید در نظر بگیرید که کل میزان کیک زرد مصرف شده در فرایند قنیسازی ایران از ابتدای آغاز قنیسازی تا امروز بالغ بر 120 تن کیک زرد بوده است مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه ایران پایان گرفتن این اقدام را به وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تبریک گفته است اکسید اورانیوم قلیز شده که به طور عموم از آن برای تهیه سوخت راکتور هستهای استفاده می شود کیک زرد نام دارد برجام از ایران می خواهد تا ذخایر اورانیوم غنی شده خود را به روسیه انتقال دهد و فقط 300 کیلوگرم آن را نگاه دارد به گفتی این مقام وزارت خارجه ایران واردات کیک زرد از روسیه و قزاقستان برای نخستین بار پس از بهمن 57 صورت می گیرد آقای بعید نژاد گفته است آخرین واردات کیک زرد پیش از انقلاب بعض آفریقای جنوبی انجام شده بود جان کری وزیر خارجه آمریکا روز هفتم دیماه در بیانیه‌ای با استقبال از این اقدام گفت با انتقال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه زمان گریز ایران از دو تا سه ماه به شش تا نه ماه افزایش خواهد یافت بهروز کمالوندی سخنگو و معاون سازمان انرژی اتمی ایران نیز گفته است که تبادل اورانیوم غنی شده ایران با کیک زرد روسیه معامله پرسودی بوده است آقای کمالبندی روز سهشنبه هشتم دیما به خبرگزاری ایسنا گفت اگر میخواستیم فقط در ازای مواد هسته ای کیک زرد بگیریم حدود هفتاد تن کیک زرد دریافت میکردیم اما ما از ابتدا با این شرط معامله کردیم که در ازای بهای مواد اولیه و روند تبدیل موادی که بر روی سوخت صورت گرفته است کیک زرد دریافت کنیم در حالی که میتوانستیم معادل آنها پول دریافت کنیم همزمان روزنامه والستریت جورنال در گزارشی اعلام کرد که آژانس امنیت ملی ایالات متحده مکالمات میان مقام های رد بالای اسرائیلی قانونگذاران آمریکایی و گروه های یهودی آمریکایی را درباره مذاکرات اتمی با ایران شنود می کرده است والستری جورنال نوشته است شنود این مکالمات به کاخ سفید اجازه می داده تا خود را در مقابل تلاش های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل علیه توافق هسته ای ایران آماده کنند بر اساس این گزارش شنودهای آژانس امنیت ملی فاش کرده که نتانیاهو و مشاورانش از طریق جاسوسهای اسرائیلی توانستند به جزئیاتی از مذاکرات میان ایران و گروه پنج به علاوه یک دست پیدا کنند هم ها مقام های وزارت بهداشت ایران از افزایش میزان قربانیان آنفولانزا در کشور خبر دادند. بر اساس آمار میزان ابتلا به آنفولانزا در ایران 130 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و در سه ماهه گذشته 112 نفر به دلیل ابتلا به آنفولانزا جان خود را از دست دادند. محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ایران خبر داد که در سه ماه گذشته 112 نفر به دلیل ابتلا به آنفولانزا فوت شدند و در 1190 نفر دیگر نیز این بیماری به طور قطعی تشخیص داده شده است. بنابر این آمار میزان قربانیان آنفولانزا در کشور 130 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. وزیر بهداشت ایران در ماه امسال اعلام کرد که تعداد قربانیان آنفولانزا در سال 1393 86 نفر بوده است. آقای گویا با اشاره به موجهای سگانه آنفولانزا گفت ایران در حال حاضر درگیر موج اول است که از دو موج دیگر سنگین تر است و در موجهای دوم و سوم این بیماری فروکش می کند. از مهرماه ماه گزارش هایی درباره ابتلای تعدادی از ساکنان استان کرمان و سیستان و بلوچستان به آنفولانزای خوکی منتشر شد و بر اساس گزارش ها حداقل 46 نفر در این استان به دلیل این بیماری فوت شدند که از آمار فوت شدگان استان دیگر بالاتر است. در ماهای گذشته گزارش هایی نیز درباره مرگ افراد در استانهای مازندران، فارس، بوشهر، همدان، البرز، خوزستان، گلستان و آذربایجان شرقی به دلیل ابتلا به این ویروس منتشر شده است. مقام های وزارت بهداشت میگویند امسال ویروس H1N1 یا ویروس آنفولانزای خوکی در ایران شایع شده که شدت بیماریزایی آن بیشتر از دیگر ویروس است که منجر به آنفولانزای فصلی می شود. آنفولانزای خوکی بیماری حاد تنفسی است که در خوک ها مشاهده شده و به انسان و نیز از انسان به انسان سرایت پیدا می کند. علائم اولیه بیماری شدیدتر از سرماخوردگی معمولی است و در میان کودکان اسهال و استفراغ نیز دیده می شود. در همین حال محمد شریفی مقدم قائم مقام سازمان نظام پرستاری ایران از پرستاران خواسته تا برای بزرگ داشته پرستاری که روز یک شنبه شش دی در نیشابور درگذشت یک هفته با روبان مشکی در محل کار حاضر شوند. محمد رضایی سانی پرستار بیمارستان 22 بهمن نیشابور بعد از شرکت در عملیات احیای بیمار مبتلا به آنفولانزا خود به این بیماری مبتلا شد و پس از چند روز بستری شدن در آی سی یو درگذشت. سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا از پرتاب آزمایشی چند موشک توسط سپاه پاسداران به نزدیکی یک ناو هواپیمابر آمریکایی در خلیج فارس خبر داد. واشنگتن این اقدام را بسیار تحریک آمیز خواند ارتش آمریکا اعلام کرده سپاه پاسداران ایران هفته گذشته به نزدیکی یک ناو هواپیمابر آمریکایی به هنگام عبور از تنگه هرمز به صورت آزمایشی چند موشک پرتاب کرده است تنگه هرمز راه آبی باریکی میان ایران و عمان است که نزدیک به یک سوم تجارت جهانی نفت از طریق آن انجام می‌گیرد. به علاوه این تنگه برای کشتی هایی که در جنگ با گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه شرکت دارند بسیار حیاتی است. کایل رینز سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا روز سهشنبه هشتم دیماه در واشنگتن این اقدام را بسیار تحریک آمیز خواند. او گفت کشتی های سپاه پاسداران ایران به صورت آزمایشی چندین موشک را به حدود 1370 متری ناو هریترومن آمریکا، یک نافشکن آمریکایی و یک نافچه فرانسوی شلیک کردند. و افسود این موشک پراکنی تنها 23 دقیقه بعد از آن انجام شد که سپاه از طریق رادیویی اطلاع داد که قصد دارد دست به این پرتاب آزمایشی بزند. سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا هشدار داد پرتاب این موشک ها به نزدیکی کشتی های جنگی در یک گذرگاه آبی بین المللی اقدامی ناامن کننده غیر و مقایر قوانین بین المللی راه های دریایی است ناو هواپیما بر ترومن همراه با دو کشتی جنگی دیگر از اعتلاف به رهبری ایالات متحده علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی از طریق تنگه هرمز در حال عزیمت در مسیر معمول خود به خلیج فارس بودند که این واقعه رخ داده است ابتدا شبکه ان بی سی آمریکا درباره این پرتاب آزمایشی گزارش داده بود رسانه ها و مقام های ایرانی تا کنون به اظهارات مقام های آمریکایی واکنشی نشان ندادند. این موشک پراکنی و چند آزمایش نظامی دیگر از جدیدترین اقدامهایی به حساب میآید که بعد از رسیدن به توافق اتمی میتواند تنش میان ایالات متحده و ایران را بالا ببرد آمریکا پیش از این نیز از برخی مانورهای ایران در خلیج فارس به شدت انتقاد کرده بود در تحولی دیگر دیمیتری راگوزین معاون امور دفاعی نخست وزیر روسیه اعلام کرد مسکو از طریق مذاکره و گفتگوهای طولانی با ایران توانست مسئله تحویل اس 300 را با این کشور حل کند وی تصریح کرد روسیه از تحویل تسلیحات اس 300 به ایران خودداری کرد و به همین دلیل این کشور با طرح یک رقم بزرگ خسارت علیه روسیه به دادگاه داوری بین المللی شکایت کرد معاون نخست وزیر روسیه گفت در نتیجه مذاکرات طولانی و دشوار موفق شدیم مسئله مورد اختلاف را حل کنیم وی خبر داد که تهران در آینده نزدیک پس از تحویل گرفتن نخستین مجموعه S300 از روسیه شکایت خود را پس می گیرد. روسیه از ژانویه سال 2016 تحویل مجموعه های پدافند هوایی S-300 را به ایران آغاز می کند و 80 کارشناس ایرانی برای استفاده از این مجموعه دوره چهار ماهه آموزشی را در آکادمی نظامی موژایسکی می گذرانند. اس با کاربرد دفاع متمرکز و قوی از مناطق حساس از مهمترین سامانه های پدافند هوایی جهان به شمار می که می تواند همزمان چندین پرنده دشمن از جمله موشک های بالستیک را ردیابی و از فاصله 150 کیلومتری در ارتفاع 27 کیلومتری هدف قرار دهد و حتی علیه اهداف زمینی به کار گرفته شود آمریکا، اسرائیل و آلمان با تحویل موشک های روسی به ایران صریحا مخالفت کردند. سخنگوی ارتش آمریکا در عراق اعلام کرده که در حملات هوایی یک ماه گذشته به مواضع گروه داعش دهتن تن از رهبران آن کشته شدند که برخی از آنها با مهاجمان حملات پاریس مرتبط بودند. سرهنگ استیو وارن سخنگوی ارتش آمریکا در عراق اعلام کرده که در حملات هوایی یک ماه گذشته به مواضع گروه داعش ده تن از رهبران آن کشته شدند که برخی از آنها با مهاجمان حملات پاریس مرتبط بودند وی ای تایید کرده که یکی از این رهبران به نام شرف المعدن که ارتباط مستقیمی با عبدالحمید اباعود رهبر حملات پاریس داشت روز 24 دسامبر کشته شد آقای بارن گفته این رهبر داعش همراه با چند نفر دیگر در حال برنامه ریزی برای انجام حملات جدید بود است این مقام نظامی آمریکایی گفت عبدالقادر حکیم نیز در میان کشته شدگان است که عملیات خارجی گروه حکومت اسلامی را هماهنگی می کرد و با شبکه مهاجمان حملات پاریس ارتباط داشت و روز 26 دسامبر در نزدیکی شهر موسل عراق کشته شده است سخنگوی پنتاگون تایید کرد که حملات هوایی نیروهای اطلاف علیه گروه حکومت اسلامی در موارد اخیر موفقیت آمیز بوده است سرهنگ بارن تأکید کرد بخشی از این موفقیت ها مرهون این واقعیت است که سازمان یاد شده در حال از دست دادن رهبرانش است ارتش عراق در روزهای گذشته توانست شهر رمادی مرکز استان انبار را از اشغال نیروهای داعش خارج کند در حملات اخیر به نظر می رسد که بیشتر افراد کشته شده از رهبران میانی گروه حکومت اسلامی هستند یکی از رهبران کشته شده طبعی بنگلادش بود که مدتی را نیز در بریتانیا به سر برده و به عنوان حکر با گروه حکومت اسلامی همکاری میکرد همزمان عادل الجبیر وزیر خارجی عربستان سعودی کشته شدن زهران علوش رهبر گروه جیش الاسلام در حومه شهر دمشق را محکوم کرد و این شامگاه سهشنبه هشتم دی در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با مولود چاوشغلو همتای ترک خود گفت کشتن زهران الوش کمکی به تلاش های بین برای برقراری صلح در سوریه نمی رهبر گروه افراطی جیش الاسلام روز چهارم دیماه در جریان یک حمله هوایی روسیه در منطقه قوته در اطراف شهر دمشق کشته شد آقای الجبیر همچنین خبر داد که دو کشور تصمیم دارند به منظور برقراری ثبات و امنیت در منطقه یک شورای همکاری های استراتژیک را اندازی کنند همزمان رجب طیب اردغان رئیس جمهوری ترکیه در شهر ریاض با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی دیدار و در مورد بحران های سوریه گفتگو کرد آقای اردغان ساعتی پس از ورود به عربستان در سخنانی بشار اسد را متهم به کشتن بیرحمانی هزاران تن از مردم سوریه کرد آقای اردغان همچنین روسیه را بابت حمایتهایش از بشار اسد ملامت کرده است رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که کشورش و عربستان در هماهنگی کاملند تا راه حلی سیاسی برای حل بحرانها در سوریه و خلع قدرت بشار اسد بیابند در تحول دیگر در سوریه منابع دولتی و فعالان مخالف حکومت سوریه میگویند که ارتش سوریه و متحدانش روز سهشنبه هشتم دی پس از درگیری های شدید یک پایگاه نظامی مهم را در جنوب این کشور از گروه های شورشی و یک گروه وابسته به القاعده بازپس گرفتند رامی عبدالرحمن از مسئولان گروه دیدبان حقوق بشر سوریه چه مرکز آن در بریتانیا گفت تصرف این پایگاه یک پیروزی مهم برای نیروهای دولتی است چون جاده بین شهر درعا و دمشق را قطع می کند رامی عبدالرحمن خبر داده که نبرد از روز گذشته آغاز شد و پیکار جویان جبهه النصره وابسته به القاعده و سایر گروه های اسلامگرا در این نبردها شرکت داشتند در طرف مقابل نیروهای دولتی نیز از حمایت افسران ایرانی شبه نظامیان طرفدار حکومت و پیکارجویان گروه حزب الله لبنان برخوردار بودند در این نبردها 80 مورد حملات هوایی انجام شد که به احتمال زیاد بخشی از آنها توسط جنگنده های ارتش روسیه صورت گرفته است ارتش سوریه روز شنبه 17 شورشی را در حمله ای به یک مزرعه در استان درعا از پای درآورد و یک روز قبل از آن نیز در جریان حمله ای دیگر یکی از رهبران مهم شورشیان در حومه دمشق کشته شد این پیشروی ها می تواند مواضع دولت سوریه را در آستانه دور بعدی مذاکرات صلح تقویت کند همه طرف های درگیر می زد و خورد ها در این جبهه هنوز ادامه دارد اما توییتر با تنظیم مقررات جدید در مقابله با محتوای نفرت پراکن مثل سابق به هشدارهای عمومی بسنده نمی کند و محتوا و حساب کاربر را حذف خواهد کرد. به تازگی انتقادها از بیعملی توییتر در برابر سوء استفاده های داعش بیشتر شده بود. تویتر مقررات خود درباره انتشار پست‌های خوشونتامیز و نفرت پراکن را بازنگری کرد. بر اساس مقررات جدید، چنین توییت‌هایی نه تنها حذف خواهند شد، که ممکن است حتی به بسته شدن حساب کاربری نیز منجر شود. توییتر این خبر را رو روز سه‌شنبه 8 دی در یک پست وبلاگی اعلام کرد. مگان کریستینا، رئیس بخش اعتماد و امنیت توییتر، در پست وبلاگی روز سه‌شنبه نوشت: مثل همیشه از نظرات و اعتقادات مختلف استقبال می کنیم و بیان آن را تشویق می کنیم اما به اقدام علیه حساب هایی که با رد شدن از مرس ها سوء استفاده می کنند ادامه می دهیم اعلام این خبر در حالی صورت می گیرد که انتقادات علیه توییتر به دلیل آنچه بیعملی در برابر استفاده گروه تروریستی دولت اسلامی از این شبکه اجتماعی خوانده می شود رو به افزایش گذاشته شده است با این همه در مقررات جدید توییتر هیچ اشاره به نام گروه دولت اسلامی یا گروه دیگری صورت نگرفته است به گزارش رویترز در بررسی های مؤسسه بروکینگز که در ماه مارس 2015 انتشار یافت مشخص شده بود که گروه دولت اسلامی دست کم 46 هزار حساب کاربری در فاصله زمانی سپتامبر و دسامبر سال 2014 در توییتر داشته است. حال توییتر انتظار دارد با تغییر مقررات همراهی بیشتر کاربران را در گزارش دادن موارد نقض این مقررات به دست آورد. بر اساس م... مقررات جدید خشونت، تهدید و حمله مستقیم علیه افراد بر اساس نژاد، قومیت، اصلیت، گرایش جنسی، هویت جنسی، مذهب، سن یا بیماری و ناتوانی آنها ممنوع است. توییتر پیش از این در این گونه موارد بیشتر به هشداری عمومی بسنده می کرد. توییتر در اقدامی جدید همچنین امکان گزارشدهی کاربران درباره توییت هایی که در آنها نشانه هایی از امکان آسیب به خود نظیر تمایل به خودکشی وجود دارد مهیا کرده است تا توییتر در صورت دریافت چنین گزارشی بتواند با کاربر تماس بگیرد و اطلاعات لازم برای تماس با متخصصهای روانشناس را برای او فراهم آورد رابی آبراهام کوپر رئیس پروژه نفرت و تروریسم دیجیتال در مرکز سیمون ویسنتال نیز میگوید در صورتی که توییتر مقررات جدید را به اجرا درآورد تروریست ها و گروه های نفرت پراکن از توییتر خواهند رفت به گفته او جلوگیری از افتتاح حساب کاربری جدید توسط کاربرانی که پیش از آن به کرات مقررات را نقض کردند و حذف حساب های کاربری که همینک موجودند و مقررات جدید را نقض می میتواند اقدام موثری باشد کنگره آمریکا اوایل ماه دسامبر طرحی را پیشنهاد داد که در صورت تصویب از فیسبوک و توییتر میخواهد در صورت مشاهده هر گونه محتوایی مرتبط با فعالیت های تروریستی مسئولان را در جریان قرار دهند به دنبال توین هفته نامه یال به معاون رئیس جمهور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که احتمال دارد مجوز این هفته لغو شود. هفته نامه یال سارات در شماره دوم دی ماه خود در یادداشت تندی شنگدخت ملاوردی را همپالگی زنانی دانست که این نشریه ی تند رو آنها را فاحشه میخواند. علی جنتی وزیر ارشاد اعلام کرد پرونده هفته‌نامه نامه یال سارات ارگان انصار حزب الله به دلیل انتشار مطلب توهینآمیز درباره معاون امور زنان رئیس جمهوری هفته ی آینده در هیئت نظارت مطبوعات مورد بررسی قرار می گیرد. آقای جنتی روز دوشنبه هفت دی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص مطلب منتشر شده در هفته نامه یال سارات گفت این هفته نامه تا کنون سه بار با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات به دلیل تخلفات توقیف شده و با توجه به این مسئله امکان دارد در جلسه آینده این هفته نامه به دلیل این تخلفات با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات لغو پر شود. هفته گذشته نشریه ی یال سارات با انتقاد از سیاست های دولت حسن روحانی شهین دخت ملاوردی معاون امور زنان رئیس جمهوری ایران را همپالگی یک فعال حقوق زنان معرفی کرده که او را به عنوان فاحشه مورد خطاب قرار داده بود. معاون رئیس جمهوری ایران در واکنش به این مطلب یال سارات نوشته بود در این مطلب ضمن لیبرال خواندن رئیس جمهور به طرز شنیعی ای به این جانب توهین کرده است تا این روزها یادمان نرود مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان برای تعیین سرنوشت خود و کشورشان چه هزینه هایی به همراه دارد یال سارات روز یک شنبه شش دی به پاسخ خانم ملاوردی پاسخ داد و بار دیگر عین مطلب هفته گذشته خود را منتشر کرد. نشریه یال سارات سال گذشته به حکم هیئت نظارت بر مطبوعات و به استناد بندهای هشت و یازده ماده شش قانون مطبوعات و تبصره ماده دوازده قانون یاد شده در شانزده دیماه سال 1392 توقیف شد. بند هشت ماده شش قانون مطبوعات بیان می کند که افتراب مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور جرم محسوب می شود. یالسارات پس از پنج ماه رفع توقیف شد و فعالیت خود را از سر گرفت. در تحول دیگر حجت الله ایوبی معاون سینمایی وزارت ارشاد درباره مشکلات اکران عمومی فیلم خانه دختر گفت معمولا پروانه ای که برای نمایش فیلم ها در جشنواره صادر می شود ویژه همان ایام است و سینماگران برای دریافت پروانه نمایش دائمی باید دوباره اقدام کنند مگر اینکه فیلمی پیش از جشنواره پروانه اکران عمومیش را گرفته باشد رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به این پرسش که چرا پروانه نمایش این فیلم علا انجام اصلاحات لازم صادر نمی شود و پرونده خانه دختر بایگانی شده است گفت اگر مصاحبه آقای جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد را خوانده باشید در میابید که ایشان خیلی دقیق صحبت کرده و گفتند که سازندگان فیلم هنوز اصلاحات مورد نظر را انجام ندادند زیرا شبهاتی جدی در مورد این فیلم وجود دارد. آقای ایوبی گفت آقای وزیر در مصاحبه خود راه را نبستند و ما هم همچنان منتظریم اصلاحات مورد نظر شورای نظارت و پروانه نمایش اعمال و درباره فیلم تصمیم گیری شود. روز یک شنبه شش دی تهیه کننده ی فیلم خانه ی دختر اعلام کرد که این فیلم با دستور وزیر ارشاد توقیف شد. به گفته ای آقای ایوبی آقای جنتی همچنان در تلاشند فیلم البته با اصلاح و محو کردن چهره نمایش داده شود معاون سینمایی وزارت ارشاد انتشار برخی از اخبار مبنی بر استعفای دست جمعی اعضای شورای عالی سینما را تکذیب کرد و گفت چنین چیزی نیست و فقط آقای درویش استعفا داده که امیدواریم بازگردد اما کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که پنجاه سال قبل به ریاست شخبانو فرح پهلوی پایگذاری شد به عنوان یک نهاد فرهنگی هنری ارزشمند سهمی چشمگیر در گسترش ادبیات و هنر کودکان و نوجوانان ایرانی داشت کانونی که مانند بسیاری از نهادهای دیگر از امواج سهمگین انقلاب اسلامی در امان نماند و با وقوع انقلاب 57 و هفت با خطر انحلال روبرو شد و در ادامه به سازمانی دولتی برای پرورش نسل جدید بر اساس ارزش های اسلامی استحاله یافت به مناسبت پنجاهمین سالگرد این نهاد نگاهی داریم به فعالیت های فرهنگی و هنری آن اغلب ایرانیان اهل کتابی که امروز پا به سن گذاشتند در کودکی و نوجوانی گزارشان به یکی از مرکزهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افتاده است قانونی که به لحاظ دامنی فعالیت و کیفیت کار مانند ای در برهوت نشر و فرهنگ ایران معاصر میدرخشید نهادی که پس از انقلاب اسلامی استقلالش خدشه‌دار شد تا در سمت و سوی های رسمی حکومتی قرار گیرد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دیماه سال 1344 کار خود را آغاز کرد و ریاست عالی آن را شهبانو فرح پهلوی ملکی وقت ایران بر عهده داشت. تشکیل کانون حاصل تلاش اهل فرهنگ برای پر کردن خلاه آثار و محصولات فرهنگی برای کودکان و نوجوانان و متناسب با نیازهای روز بود. نطفه شکلگیری کانون طرح شهبانو فرح پهلوی برای راه اندازی یک کتابخانه ویژه کودکان بود و لیلی امیر ارجمند به عنوان نخستین مدیرعامل کانون فعالیت خود را در همان سال آغاز کرد تأسیس کانون همزمان با ساخت پارک فره همان پارک لالی کنونی انجام شد و به این ترتیب نخستین کتابخانه کودک ایران در این پارک جا گرفت در گام های بعدی تعداد دیگر کتابخانه برای کودکان و نوجوانان در مناطق محروم جنوب شهر تهران و بعدتر در بسیاری دیگر از شهرها و شهرستان ها شروع به کار کردند یکی دیگر از ابتکارهای بدی کانون راه اندازی کتابخانه های سیار برای روستاها و رساندن کاروان کتاب به میان اشایر کوچنشین ایران بود سال 1345 با توجه به کمبود کتاب مناسب کودکان و نوجوانان در ایران بخش انت اشارات کانون زیر نظر فیروز شیرمانلو به راه افتاد. او مهمترین شاعران و نویسندگان معاصر از گرایش های مختلف فکری و هنری را فرا خواند تا به طور سامانمند آثاری متناسب با نیازهای خردسالان را پدید آورند امور جاری کتابخانه های کانون اغلب توسط کسانی انجام می شد که بیش از آنکه کتابدار باشند مربی مشاور و مشوق کودکان و نوجوانان بودند و در برانگیختن علاقه و شوق آنها به مطالعه و کارهای هنری نقشی موثری ایفا کردند این نهاد متناسب با اشتیاق و نیازی که در نسل جوان بیدار می کرد، به سازماندهی راه های پاسخ دادن به آن نیز می پرداخت و به این ترتیب بخش های مختلفی در کانون ایجاد و فعال شد. مرکز سینمایی کانون برای تولید فیلم های کودکان در سال 49 تاسیس شد و اولین محصول آن فیلم کوتاه نان و کوچه ساخته عباس کیا رستمی بود. مرکز تهیه نوار و صفحه برای کودکان و نوجوانان در سال 50 به همت احمد رضا احمدی راه اندازی شد و اندکی بعد مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون نیز کار خود را آغاز کرد در کنار گردآوری مجموعی از شعرخانی شاعران مطرح معاصر آثاری تولید شد که کودکان و نوجوانان از طریق آن امکان مییافتند با موسیقی جهان و موسیقی سنتی و محلی ایران آشنا شوند در دوران فعالیت کانون پیش از انقلاب و هفت جنبه های ایدئولوژیک تبلیغی و حکومتی وجود نداشت و همین ویژگی راه همکاری معتبرترین و شاخصترین هنرمندان معاصر با کانون را هموار می کرد و کیفیت آثار تهیه شده در این مجموعه را همتراز بهترین نمونه های ادبیات و فرهنگ زمان قرار میداد در میان کسانی که آثارشان به وسیله کانون منتشر شده یا به سفارش این نهاد اثری ارائه کردند نام افرادی به چشم میخورد که همان زمان نیز به عنوان هنرمندان منتقد و معترض حکومت شناخته می شدن. سمد بهرنگی، غلام حسین ساعدی، سیاوش کسرایی، مهدی اخوان سالس، داریوش آشوری، سیروس تاهباز، احمد شاملو، هوشنگ ابتاج، ناصر تقوایی، بهرام بیزایی و دهان نویسنده و هنرمند سرشناس دیگر از جمله همکاران کانون بودند. سال 1349 مرکز سینمایی کانون تأسیس شد و نورالدین زرینکلک کلک یکی از پایگزاران کانون بود بخش انیمیشن آن را راه اندازی کرد. گرافیست ها و طراحان سایب نامی چون مرتزا ممیز، فرشید مسقالی، پرویز کلانتری، بهمن دادخوا و علی اکبر صادقی با این بخش همکاری کردند. آثار سینمایی تولید شده در کانون پیش از انقلاب ده ها جایزه معتبر بین المللی را به دست آوردن و کتاب های انتشارات کانون در هشت سال نخست نزدیک به سی جایزه ملی و جهانی را نصیب خود کردند. کتاب های کانون از همان ابتدا در تیراش های چند ده هزار منتشر می و بازنشر کتاب ها در این مرکز امری تقریبا عادی بود. مقایسه این آمار با تیراژ کنونی کتاب بسیار تعمل برانگیز است. پس از وقوع انقلاب اسلام در ایران جمهوری اسلامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را یکی از نهادهای دوران تاغوت ارزیابی کرد و خواستار انحلال آن شد ظاهرا حمایت برخی از اعضای دولت موقت از جمله هاشم سباقیان معاون مهدی بازرگان در حفظ کانون موثر بوده است پس از مستقر شدن حکومت اسلامی قانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از یک سازمان غیر انتفاعی به نهادی دولتی و زیرمجموعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی و از سال 60 به عنوان سازمانی وابسته به وزارت آموزش و پرورش تبدیل شد. گام بعدی برای استحاله کانون تغییر اساسنامه آن در اردیبهشت سال 59 بود. اساسنامه جدید در شورای انقلاب اسلامی به تصویب رسید که تقریبا هیچ یک از اعضای آن ارتباطی با ادبیات و هنر کودکان و نوجوانان نداشتند. در ماده هفت این اساسنامه یکی از هدفهای کانون کمک به شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان بر اساس ارزشها و نظام تعلیم و تربیت اسلامی تعیین شد یکی دیگر از هدفهای جدید کانون که در اساسنامه قبلی وجود نداشت کمک به توسعه و تکمیل کتابخانه های مساجد است این روند در 35 سال گذشته به گونه‌ای پیش رفت که علیرضا حاجیانزاده زاده مدیر عامل کانون در گفتگویی که 25 مرداد 94 در سایت این سازمان منتشر شد گفت بونمایه تمامی فعالیت‌های کانون به صورت مستقیم و غیر مستقیم دینی و مذهبی است آقای حاجیانزاده زاده میگوید معنوس شدن بچه‌ها با قرآن و مفاهیم قرآنی ائمه اطهار و مقید شدن بچه‌ها به انجام فرایض دینی و رعایت اخلاق اسلامی حد است که کانون به شکل مستقیم دنبال میکنند با این گزارش به پایان برنامه امروز میرسیم بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید با ما از طریق نشانی هایی که برای صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و نظرات پیشنهادات و انتقادات خود را در مورد برنامه با ما در میان بگذارید تا دیدار دیگر بدرود